بعضی موقع روزه خونده میشه به حالات باید توجه کرد. فرمودن براتون بین جمعیت یا انتهای جمعیت عموی قاسم حسین، اما امام قاسم اول همه رو فرمود ابی عبدالله انقدر مؤدبه، وایسادم حرفاشونو زدن از میانه جمعیت یا آزادهی بلند شد، هنوز مو در صورت مبارکش، عمو جان اجازه هست من یه سوال کنم؟ اینه که شما میگی برا همه است یا برای اتخاص؟ من تکلیفم چیه فردا؟ عمو هم فرمود به بلای عظیم برا شهر داد، از این که بلای عظیم برای کسی استفاده نشده یه افتخاری کرد، با لبخند به همه اصحاب نگاه کرد. من از همه بدتر کشته میشم الحمدلله، قول ما بدتر، برای او شیرین تره. در هر قدم شوق شهادت بر سرم بود، وقتی اومد اجازه بگیره از جاهای که ابی عبدالله قش کردن این بچه رو بغل کرد، دیدن پای حسین دیگه جان نداشت، حسین روی زمین نشست، قاسم بالای سرش، تو بغل هم پاهای حسین جان نداشت. یه ساعت بعد ماجرا برعکس شد، قاسم تو بغل هم و پاش رو زمین کشیده میشد. در خونه کریمیم این دو شبه، امام حسن داره به ما کمک میکنه. در هر قدم شوق شهادت بر سرم بود، عشق عمو جاری ز چشمان ترم بود، پیرانم جای زره بر پیکرم بود، شمشیر و تیغ و نیزه ها بال و پرم بود، میسوخ قلب سنگ ها بر زخم هایم، من قاسمم نجل امام مجتبایم. از زخم تن با تن یکی پیراهنم شد، زخمم فزون از حلقه های جوشنم شد، رنگین ز خوناب گلویم دامنم شد، زخم دوباره مرهم زخم تنم شد، پامال سم احض شد قد رسایم، من قاسمم نجل امام مجتبایم. میانه ی لشکر آمد حضرت شامی ملعون، چهار تا پسر داشت، خودش گفت برم، گفتن نه این بچه است اومده تو میدون، یه عده میگفتن بچه هست تو میدونه، یه عده هم دیده بودن از این طایفه و قبیله و قوم و آل پاک و پاکیزه و رشید و دلاور، یه عده هم میگفتن کوچیک و بزرگشون فرق نداره، اینا بچه های علی هست و پسراشو از رق شامی فرستاد، برین داغش رو دل مادرش بذارین، سرش رو برای من بیارین. پسر اول اومد اصلا فرصت نکرد به قاسم برسه،
همه رو روی زمین انداخت، آخر سر پدرشون از رق شامی اومد، گفت خودم میرم کارو تمام میکنم. اومد مقابل قاسم ابن الحسن نوه امیر المؤمنین، پسر قهرمان جنگ جمل، و بچه هامو کشتی آماده باش. قاسم علیه السلام جان عالم فدا پسر محسن، یه نگاه بهش کرد فرمود ازرق شامی تویی که میگن خیلی آوازت پیچیده، تو که انقدر پهلوانی چرا بند کفش و نعلینت بازه؟ سر پایین آمد چنان ضربه روی فرش گذاشت، صدای حسین از کنار خیمه ها بلند شد، الله اکبر، صدای عباس بلند شد، ماشاءالله، لا حول. کیا گل آوردن؟ الان براتون میگم، اون موقع پرچم قاسم ابن الحسن رو گل باران کنید، دیدن اینطوری حریف نمیشن. نانجیبی صدا زد سنگ بارانش کنید، دورش رو گرفتن، انقدر باران سنگ باریدن گرفت، روی زمین افتاد، همه تاختن، اسبها از رو بدن رد شدن.